آخش. بهترین گوشی سال چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ قطعا دوربینش باید خیلی خوب باشه، پرفورمنس و قدرت پردازشش خیلی باید خوب باشه، باتریش خوب باشه، صفحهش صفحه خوب باشه دیگه. حالا کلن یو آیش، رابط کاربریش، وقتی باش کار میکنی احساس میکنی به یه گوشی خیلی خوب و جذاب داری کنی. که به نظر من وان پلاس 8 پرو گوشیه که لیاقت این لقب رو داره. اوقات میشه که میگن این گوشی بهترین گوشی ساله، مثلا میگن S20 اولترا، نوت 20 اولترا اینا بهترین گوشی هست، آیفون 12 پرو مکس بهترین گوشی هست. از این حرفا زیاد زده میشه و خب حقیقت اینه که همشون بهترین گوشی ساله. یعنی نمیشه گفت که مثلا آیفون 12 پرو مکس بهترین گوشی ساله ولی وان پلاس 8 پرو بهترین گوشی ساله است، چون که واقعا از نظر هر کسی بهترین گوشی سالی گوشی متفاوت نسبت به گوشی دیگه است. ممکنه یکی طرفدار آیفون باشه به نظرش اون بهترین گوشی باشه، ممکنه یکی طرفدار سامسونگ باشه و با سامسونگ راحت باشه و از نظر اون بهترین گوشی سامسونگ باشه، ولی از نظر من بهترین گوشی وان پلاس 8 پرو. شاید بخواید از خودتون سوال کنید که امین چی شد رفتی موتورولا اج پلاس اول خریدی جای این گوشی؟ حقیقت اینه که خب به خاطر وضعیتی که ما داریم رجیستری و حالا وضعیتی که توی پاسپورت ها وجود داره، وان پلاس 8 پرو نسبت به قیمتی که داره ارزش توی ایران بالاتر، یعنی چند میلیون باید بیشتر پول بدین که فقط برید پول اینو بدید که این گوشی خریده بشه. چرا؟ چون که این گوشی مثلا برند شده توی ایران، مورد توجه قرار گرفته و شرکتی هم وارد نمیشه. به خاطر همین وقتی مسافری میاد خب هر قیمتی هر کی بخواد روش میذاره و اسمشو میذاره من به خاطر اینکه پاسپورت گرونه این قیمت رو داشتم، من به خاطر اینکه مثلا چه میدونم گوشی آوردم هزینه حمل دادم فلان اینا گرونه. ولی خب راحت بخوام بگم همه حرفا چرت و پرته. چرا؟ چون که حالا این گوشی اکثرا از چین و هنگ کنگ میاد و اونجا قیمت این گوشی ها به مراتب از قیمت آمریکاییش پایین تره. یعنی این گوشی بودن 600-700 دلار توی چین و وقتی که از اونجا این گوشی رو میارن قاعدتا باید ارزون تر در بیاد، ولی خب در نمیاد. به اسم هزینه پاسپورت و فلان اینا کلی هم پول اضافه میگیره. به خاطر همین من خودم اول نرفتم سمت این گوشی، رفتم موتورولا اچ پلاس و کلی داستان برام پیش اومد که خب توی برنامه جداگانه در موردش صحبت کردم، لینکش رو این پایین براتون میذاریم، اون بالا هم میذاریم که حتما برید ببینید. خب بریم سراغ این گوشی. وان پلاس 8 پرو گوشیه که من واقعا دوستش دارم. رنگ آبیش هم رنگ آبی ماتش هم من واقعا دوست دارم. من کلن رنگ آبی دوست دارم، یعنی کلن سمت آبی و اینا زیاد هستم، پرسپولیسی هم، ولی رنگ آبی دوست دارم واقعا. و این رنگ آبی بودن این طراحیش واقعا تو همون نگاه اول منو جذب کرد. وقتی پشت ویترین می‌دیدم، وقتی تو بررسی تو اینترنت می‌دیدم، واقعا منو جذب می‌کرد. ولی خب چیزی که فهمیدم اینه که این با اون چیزی که مثلا میگم تو بررسی ورژ و MKVHD و اینا می‌بینید، رنگش یه خورده فرق داره و آبی نیست. یه خورده آبیه که سمت بنفشم هست. و خب حالا همین هم خوشگلش میکنه به نظر من. یه نکته جالبی که داره اینه که خب وقتی که تو نور باش بازی میکنیم رنگش عوض میشه، بین آبیه کم تا آبیه و سمت بنفش. من این یه نکته خیلی جالب برام بود. در کل من طراحی این گوشی خیلی دوست داشتم. اینکه پشتش شیشه‌ای نیستش که اثر انگشت روش بمونه به نظر من خیلی نکته مثبتیه. طراحی دوربینش رو خیلی بیشتر از طراحی دوربین مثلا گوشی مثل S20 و وان پلاس 8T که خود وان پلاس اخیرا معرفی کرده دوست دارم. با اینکه یه سری هم میگن این طراحی دوربین طراحی دوربین قدیمیه، ولی من اینو بیشتر ترجیح میدم نسبت به گوشی‌های جدیدی که خب یه دونه مستطیل گنده این گوشه تصویر میذارن، میخوان بگن دوربینمون خفن، ولی من ترجیحم اینه و اینو بیشتر دوست دارم اون. چون که وقتی که گوشی رو نگاه میکنی یه تقارن زیبایی داره، همه چی بیشتر به نظر سر جاشه.
متاسفانه این گندگی چی میگن، این برجستگی دوربینش، برجستگی دوربین زیادیه و به خاطر همینه این برجستگی دوربینش ممکنه وقتی با گوشی دارید کار میکنید بدون قابل گذاشتید روی میز یه خورده حس خوبی بهتون نده، چون که هی تق 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 صدا میده میخوره رو میز و خیلی این گنده است و یه خورده حس ناامنی رو هم بهتون میده که زیاد گوشی رو بدون قاب رو زمین نمیذارید به خاطرش، چون که آدم نگرانه که این رو لنزاش خب به هر خط بیفته، واقعا نگران کننده است. دکمه این گوشی خب متاسفانه دکمه پاورش این وره و دکمه ولومش این وره. من زیاد طرفدار این نیستم و دوست داشتم مثل حالا گوشی قبلی هواوی که داشتم دکمه ولوم پاورش یه طرف باشه و این دکمه زیبای اسلایدرش که برای حالا تنظیم کردن صدا روی حالت صدادار و سایلنت و ویبرست سمت چپش باشه و به نظر من اینجوری خیلی بهتر میشد. من خودم بیشتر دوست داشتم، مثلا میخواستم اسکرین شات بگیرم خیلی راحت تر بودم، قشنگ با یه انگوش اسکرین شات میگرفتم، ولی خب میدونم وجود داره و اوکیه، مسئله باهاش نمیشه داشت. متاسفانه این گوشی جک هدفون نداره، شاید میشه گفت فکر کنم دومین گوشی وان پلاسه که جک هدفون نداره و این یه نکته خیلی منفیه برای من. چرا؟ چون که خب ما داریم به هر حال دی کشوری زندگی میکنیم که ماشینا همشون بلوتوث نیستن، همه تکنولوژی بلوتوث هنوز ما به اون صورت ازش استفاده نکردیم و ممکنه است که حالا مجبور شیم بریم کلی هزینه اضافه بکنیم که بتونیم از بلوتوث استفاده کنیم که هزینه سنگینی هم میتونه برام باشه. یه دونه هدفون بلوتوث درست حسابی الان بالای 1 میلیون تومان هزینه شه که اگرم میخواهید در مورد هدفون ها و اینکه چه هدفونی بخریم خوب برنامه درست کنیم حتما تو کامنت ها به همون بگین، یه راهنما خرید اساسی و مشتی براتون درست کنم. نکات دیگه این که خب بالاش هیچی نیست تقریبا جز یه دونه سوراخ برای میکروفونه، پایین گوشی یه دونه حالا پورت تایپ سیه که میتونه تا 30 وات شارژ براتون تامین کنه، به نظر من خیلی نکته مثبتیه. و اسپیکر هم داره که اسپیکرش با بالاش یکیه تقریبا و یه حالت استریو اسپیکر براتون داره، بالاش یه کوچولو ضعیف‌تره ولی اصلا متوجه این نمیشید و به نظر من خیلی نکته مثبتیه. قشنگ وقتی که دارید توش مثلا یه دونه فیلم تو یوتیوب میبینید، یه دونه فیلم میبینید، واقعا متوجه کیفیت خوب صداش میشید و من واقعا از کیفیت خوبش راضیم. چیزی که حالا تو چند سال پیش وان پلاس رعایت نمیکرد و میزد ازش که بتونه گوشیش رو ارزون تر بده، ولی امسال خب یه برچسب قیمتی 900 دلاری توی آمریکا واسش گذاشته، حالا 650 دلاری توی چین، که بتونه این گوشی رو با یه سری امکانات خیلی خوب وارد بازار کنه و واقعا هم هیچی کم نذاشته واسش. یه نکته خیلی مثبت دیگه این گوشی برای من اینه که موتور هپتیک فوق‌العاده‌ای توش گذاشته، یعنی اولین گوشی اندرویدی واقعا، یعنی من با S20 اولترا کار کردم، با S20 پلاس کار کردم، نوت 20 اولترا کار کردم، ولی واقعا ویبریشنی که حالا اون ویبری که تو این گوشی هست تنها گوشی اندرویدیه که ویبرش در حد آیفونه و میتونه در حد آیفون براتون این ویبرش کار کنه، به نظر من خیلی نکته مثبتیه. وقتی که دارید تو گوشی تایپ میکنید گوشی ویبری ریزی میره، وقتی که گوشی داره زنگ میخوره، آلارم میخوره، این هوشمندی ویبراتورش خیلی نکته مثبتیه که به نظر من کمتر گوشی اندرویدی اینو داره. بعد اولین گوشی اندرویدی که باش کار کردم که انقدر ویبراتورش قوی و خوبه این گوشی، حالا که بهش میگن هپتیک انجین یعنی این چیزی بهش میگن، ولی واقعا این ویبرش خیلی ویبره قوی بود. علاوه کیفیت دکمه ها هم بگم، واقعا کیفیت همیشه تو این گوشی خوبه و واقعا در حد گوشی 1000 دلاری 1100 دلاری آیفون مثل آیفون 12 پرو میتونه براتون این گوشی کار کنه، که بررسی اونم حتما براتون انجام میدیم. حتما ما رو سابسکرایب کنید که برنامه آیفون 12 پرو و 12 12 مینی و 12 پرو مکس ما رو از دست ندید. از همونم خواسته بودید که آیفون 12 رو با SE مقایسه کنیم 12 مینی رو، که حتما اینم براتون انجام میدیم. حتما سابسکرایب کنید که از دست ندید. بریم سراغ صفحه نمایشش. اوه چقدرم حرف زدیم، نزدیک 8 9 دقیقه برنامه شد تا الان. بریم سریعتر سراغ صفحه نمایشش.
صفحه نمایش این گوشی یه صفحه نمایش با رزولوشن 2K یه جورایی که به نظر من واقعا کیفیت خوبی داره، ولی من هرگز روی 1080 نمیذارم. چرا؟ چون روی 120 هرتز میذارم. درسته همزمان میشه روی 1440p و 120 هرتز گذاشت، ولی باتری چی؟ اون باتری دل نداره، اون باتری نمیخواد بیشتر کار کنه. بیچاره نمیخوام بکنم باتری رو، که با این گوشی میخوام یه روز تمام کار کنم صبح تا شب. حالا الان تو حالت قرنطینه ایم، این برنامه قرنطینه ایه، من نمیتونم زیاد در مورد باتریش دقیق حرف بزنم، ولی چیزی که من دارم ازش میبینم اینه که این گوشی باتریش خیلی خوبه. درسته در حد موتورولا اچ پلاس و پی 40 پرو هواوی نبود برای من، ولی در حد اونا بود و همون گفتم در حدشون نیست هم هست ولی در حد اونا بود و اونقدر باتریش ضعیف نیست، ولی باتریش یا باتری که فوق‌العاده است نیست، چون این صفحه 120 هرتز با رنگ‌های 10 بیت، یعنی این صفحه 1 میلیارد رنگ ساپورت میکنه، در حالی که گوشی‌های دیگه که 8 بیتن فقط 16 میلیون رنگ ساپورت میکنن. و به نظر من این خیلی نکته مثبتیه براش، ولی خب از اون بر باتری 4500 میلی آمپر ساعتیش جواب این صفحه رو نمیتونه بده. و اگر وان پلاس میخواست این گوشی رو با یه سری باتری های خیلی خوب که مثلا بگیم یه روز کامل راحت براتون جواب میده، یه روز اونیم جواب میده، بعد 5000 میذاش براش، ولی خب الانم باتریش 4510 میلی آمپر ساعته، یه روز براتون تقریبا جواب میده. بستگی داره چقدر کار میکنید. من چون الان تو خونه نشستم بیشتر دارم میتونید شیر میکنم، زیاد برام اونقدر جواب نیست، ولی خب میتونه جواب باشه، راحت میتونه برام یه روزو بده، ولی شده تو یه روز دوبار شارژش کنم. برگردیم به صفحه نمایشش. صفحه نمایشش همونجوری که گفتم صفحه نمایش 10 بیته، یعنی 1 میلیارد رنگ داره و 120 هرتز، و جدای از اون که 120 هرتز 1440p هم هست. این صفحه واقعا خوبه، من خیلی دوست داشتم. یه حسگر اثر انگشتم داخل صفحه داره که من خودم دوست ندارم، ترجیح میدم اون روکم پاور باشه. یه چیزی که واقعا تو این گوشی دوست ندارم، واقعا دوست ندارم و واقعا اذیتم میکنه، اجه. متاسفانه مثل موتورولا و شیائومی هم قابلیت حذف میس کلیک نداره و نمیتونی بگی وقتی انگشتم اشتباهی خورد روی این اجش کلیک نکن چیزی رو، تاچ نکن. و متاسفانه قشنگ دستتون این گوشه باشه احتمال اینکه میس کلیک کنید زیاده. و ای کاش حداقل مثل میتن شیائومی که بررسیش هم کردیم، میتونید لینکش رو این پایین میذاریم ببینید، ای کاش مثل اون حداقل یه دونه فیچر این بغل میذاشتی که ما دستون اشتباهی میخوره کلیک نکنیم. ما دیگه تو اینستاگرام داریم یکی رو چک کنیم دوتا عکس لایک بخوره دیگه هیچی آبرو برامون نمونه داستانه. بالا این صفحه نمایش هم یه دونه دوربین سلفی قرار داره که کیفیت 1080 60 فریم میتونه بهتون بده تو فیلم برداری، و خودش هم رزولوشنش 16 مگاپیکسله. کیفیت دوربین سلفی اوکیه و به نظر من حالا باز بهترین دوربین سلفی بین گوشی عادی، چون اسوس یه دونه گوشی داره زنفون 7 پرو که اونم دنبالش هستیم بررسی کنیم که دوربینش برمیگرده و با دوربین عقبش ازتون سلفی میگیره. به نظر من خیلی نکته مثبتی اون گوشی، و ای کاش اون گوشی تو ایران بود میشد برای بررسی آورد یا حتی خریدش. ولی به نظر من آیفون خیلی بهتر از این سلفیش، و سلفیش اوکیه، فقط در حد اینکه اوکیه، بهترین سلفی رو نداره ولی خب سلفیش اوکیه، خوبه. دوربین پشتش هم 2 تا 48 مگاپیکسلیه که یکیش 48 مگاپیکسلی واید دوربین اصلیشه، یه دونه 48 مگاپیکسلی اولترا واید که من واقعا کیفیتش رو دوست داشتم. آره یه مقدار دیستورشن داره که به خاطر لنزشه و ربطی به سنسور نداره، ولی کیفیت سنسور و دیتیلش واقعا خوبه. چرا؟ چون وان پلاس 8 دوربین اصلیش اندازه دوربین اولترا واید این کیفیت داره. دقیقا سنسور دوربین اصلی وان پلاس 8 توی اولترا واید اینه، و این یه نکته خیلی مثبت برای این گوشی، چون اولترا وایدش در حد مثلا اولترا واید هواویه که واقعا بهترین اولترا واید تا گوشیه که من باشون کار کردم. مثلا پی 40 پرو واقعا اولترا وایدش خوب بود، با اینکه یه خورده زاویه بسته تر بود، این هم یه خورده زاویه بسته تره، ولی حداقلش اینه که کیفیت تصویری که از تو اولترا واید میگیریم کیفیت تصویر خوبی، و حتی میتونم بگم از کیفیت تصویری که بعضی اوقات آیفون 12 براتون میگیره بهتره. دوربین تلفوتوش دوربین تلفوتوی همچین مالی نیست، واقعا میگم یه دونه دوربین 3X
لنز 3X که 8 مگاپیکسل سنسورش. من زیاد خوشم نیومد. یکی از دلایلی که اینو خریدم نسبت به وان پلاس 8 همین دوربین تلفوتوه بود که واقعا میگم در حد اوکی بود. یعنی 2X زوم با دوربین 48 مگاپیکسلی بگیرید چون عملکردش بهتر باشه نسبت به اینکه بخواید با این تلفوتو 3X بگیرید. یه خورده رنگا داغون میشه، یه خورده همه چی به هم میریزه و اون کیفیتی که میخوایم نداره. یه دونه هم این پایین یه دونه سنسور کالر فیلتر داریم که نمیفهمم چیه چرا استفاده بکنیم، چون اولا به هر حال وان پلاس این کالر فیلتر رو داشت و بعد حذفش کرد چون که زیر لباس و حتی بعضا نشون میداد پشت چیز پلاستیکی رو نشون میداد، مثلا از یه دونه اندروید تیوی باکس مثلا می باکس اگه عکس میگرفتین اون زیرش مشخص میشد و نشون میداد توش چیه. یه سری هم لباس پلاستیکی پوشیده بودن، جنس لباسشون پلاستیکی پلی‌استر بود، حتی زیر لباسشون رو نشون میداد. یه خورده سر همین داستان شد وان پلاس هم توی آپدیت حذفش کرد. از دوربین که بگذریم میریم سراغ پرفورمنس پلاس. قدرت پردازشیش واقعا خوبه، یعنی کلیک میکنی باز میکنه، یعنی رنگ آبی شده خوره تو دوربین وقتی که کلیک میکنی باز میکنه راحت برات و به نظر من فوق‌العاده از سرعتش. خود اکسیژن او اس که یه لول میره جلوتر و از اندروید خام حتی سریع‌تره، این به کنار 12 گیگابایت رم، 256 گیگ حافظه UFS 3 و اسنپ دراگون 865. همین روزا خبرش اومد که 875 هم داره میاد، ولی واقعا این گوشی سرعتش فوق‌العاده است و شاید حتی بشه گفت سریع‌ترین گوشی اندرویدیه. درسته UFS 3.1 اومده. حالا یه نکته دیگه هم داره اینه که رمش 12 گیگ LPDDR5 و همین این باعث میشه که عملکرد رم 12 گیگیش خیلی خوب باشه، حتی مثلا در حد 16 گیگ LPDDR4 که به نظر من این نکتهش خیلی مثبته. من تا الان با هر گوشی کار کردم از این گوشی کنتر بوده، هنوز با 12 پرو کار نکردم ولی اونم به زودی کار میکنم، ولی به نظرم این تا الان سریع ترین گوشی بوده که تا حالا باش کار کردم و خیلی نکته مثبتیه. خیلی از پرفورمنس این گوشی راضیم و واقعا دوست داشتم. همه برنامه ها همه بازی ها رو به راحتی براتون باز میکنه و حتی یک سری از برنامه ها و بازی ها رو تا 120 فریم براتون اجرا میکنه که فوق العاده است. یعنی بازی ها که میتونه 120 فریم اجرا کنه براتون واقعا بازی ها خیلی خوب اجرا میشه و من واقعا دوست داشتم. از اینکه روی این گوشی بازی کنم لذت میبرم، ولی وقتی که لپتاپی دارم که میتونه بازی اجرا کنه میرم لپتاپم بازی میکنم، نمیام گوشیم بازی کنم. در مورد اکسیژن او اس حالا چون که این بررسی نزدیک 6 7 ماه بعد از معرفی این گوشیه، اکسیژن اوس این گوشی اکسیژن اوس 11. حقیقتشو بخواید من ترجیحم اون وان پلاسی بود که اپلیکیشن‌های اضافه رو گوشیش نداشت و برای کار کردن با گوشی یه دونه گالری اضافه نداشتی تو گوشی، یه دونه اپلیکیشن مسیج اضافه نداشتی رو گوشی، این چیزا اضافه نبود و همه چیز مال گوگل بود. حالا الان تو این نسخه حالا اکسیژن اوس 10 همینجوری بود. وان پلاس اومد این اپلیکیشناشو یه خورده عوض کرد و آدم مثلا یه سری چیزای جدید همش اضافه کرد. من زیاد طرفدارش نیستم، ترجیح میدادم همش مال گوگل باشه، ولی خب چیزیه که هست و خیلی هم ترجیح میدن که با اینا کار کنن، با گوگل ترجیح میدن کار کنن. ولی من تجربه اندروید خام که مثلا توی پیکسل هست، توی موتورولا اج پلاس بود، بیشتر دوست داشتم و دوست داشتم اندرویدم بیشتر مال گوگل باشه تا مال وان پلاس. با اینکه این گوشی اکسیژن او اسش از اندروید خام سریع‌تره و کمتر رم استفاده می‌کنه، مصرف باتریش بهینه‌تره و کلاً گوشی سریع‌تر و اسنپی‌تریه، من اوکی‌ام باهاش. میگم فقط ترجیح میدادم. در کل من این گوشی رو واقعا دوست دارم و احساس میکنم تو این وضعیتی که پیکسل 5 یه دونه اسنپ دراگون 765 داره، هواوی تحریمه و آیفون 12 پرو هم یه قیمت مثلا 560 میلیونی داره، حالا 45 میلیونی داره رجیستر شدهش، به نظر من تو این دوره ای که الان هستیم با اینکه پول اضافه داریم برای این گوشی میدیم، با اینکه موتور اج پلاس تو ایران صفحش سبز میشه،
ولی این گوشی واقعا گوشی خوبیه. اگر که حالا بودجه این گوشی ندارید، هزینه رو خیلی کمتر میتونید بدید، میتونید برید سراغ وان پلاس 8، اونم گوشی خوبیه، اونم بررسیشو براتون انجام میدم حتما. و در کل به نظر من این گوشی گوشی خوبه که راحت براتون خیلی کارا رو میتونه انجام بده و اصلا نگران این نباشید که به وقت دوربینش بد بشه، برعکس وان پلاس قبلیا که مثلا دوربینش جالب نبود که بختن همون من نمیرفتم سمتش، یا مثلا وایرلس شارژینگ نداشت، این وایرلس شارژینگ داره که تا 30 وات هم میره، که هرگز توصیه نمیکنم با 30 وات گوشیتون رو وایرلس شارژ کنید، چون که داغ شدن با باتری گوشی عمر باتری گوشی رو کم میکنه. یه دونه برنامه در مورد باتری داریم که این پایین لینکش رو براتون میذاریم، برید ببینید حتما. و در کل به نظر من این گوشی بهترین گوشیه که شاید بشه تو این قیمت خرید. آره نوت 20 اولترا دوربینش از این بهتره، ولی پرفورمنسش خیلی از این پایین‌تره. ممنون از اینکه این برنامه رو دیدین. خیلی‌ها میگن که چرا گوشی‌ها رو همش با سامسونگ مقایسه می‌کنی؟ از سامسونگ بدت میاد؟ نه اینجوری نیست. چون که سامسونگ یکی از پرطرفدارترین گوشی‌هاست. اگر که می‌خواید یه گوشی با گارانتی درست حسابی بخرید، با خدمات پس از فروش درست حسابی بخرید، هواوی و سامسونگ بهترین گزینه توی ایرانن برای خرید. حالا گزینه های دیگه هم وجود داره، یکیش هم اینه. برای منی که اونقدر دنبال این نیستم که حالا دنبال درد سرم ولی گوشی خاص دوست دارم، شاید وان پلاس بهترین گزینه باشه. ممنون از اینکه برنامه رو دیدین. نظرتون رو در مورد این گوشی حتما به هم بگین. شما باشین تو این قیمت میرید اینو بخرید، نوت 20 اولترا میخرید، آیفون میخرید، چی میخرید؟ حتما تو کامنت ها به هم بگید. و اینکه همین، اگه برنامه رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب تو یوتیوب و آپارات فراموشتون نشه. همچنین اگر که میخواید با ما بیشتر در ارتباط باشین، فقط کافیه تو اینستاگرام، تلگرام و توییتر @سامینا شکست رو سرچ کنید و ما رو پیدا کنید. ممنون.